هم نمیاد کمک بکنه. کسی که زرنگتر بوده نیاز نداشتن، رفتم به اونا کمک کردم. الان خونمون تمام آب گرفته، خونه رو تخلیه کردیم. هیچ کی نمیاد. هیچ کی بجز خدا. الله بجز خدا کسی دیگه نمیاد. آبار وسط تف نمیکردیم. کاش که اینجا بودم اون موقع خودت مشاهده میکردیم. نه این دوتا آقایی که با هم بود این دوتا داراشون شکسته آرام که خوش شده این زمین مکتا همه بیرون بودن نگاه اینجوری اینجا آب ریخته چه اینجوری رفته از اینجا سخفا اینجوری رفته بیرون اصلا اینجا کی میاد؟ واسه ما یکی میاد؟ اصلا یکی نمیاد یکی نمیاد کمکمون کی میاد کمکمون؟ ببینیم ما در خود کنارکس و نزدیک به 50 میلیمتر باران بارید. 120 دقیقه 104 میلیمتر باران دادید، خونه های مردم آب گرفتی. خود کنارک یک کاسه ای هست، هر 20 میلیمتر باران هم بباره این آب گرفتگی وجود میاد، ولی با توجه به حجم زیاد باران بیشتر خسارت مردم خونه هاشون وارد شد. به خاطر یکم تمام دستگاه های چه دستگاه های جهادی چه ارتش، بسیج، سپاه، هلال احمر بسیج شدن در عرض 10 روز یا نهایتا 7-8 روز این آب تخلیه شد. الحمدلله این سری خوب عمل شد که الان الحمدلله ما مشکل خاصی نداریم. اگر اینم میمون تا یک ماه مثال های گذشته قطعا مشکلات بیشتری وجود میاد، ولی در این سری الان هم مشکل خاصی نیست. خونه همون از بالا آب روسته، از پایین آب اومده، حیاتمون پر آب شده بود، نمیتونستیم تو خونه همون بشینیم. پدرمو بر گرفته امو که بارون اومده تعالی علام، امروز 3 روزه که ما اومدیم خونه همون، نه بهمون کمکی دادن نه چیزی، هیچی. اصلا کلن حیاتمون پر آب بوده. خونه یا دایمون بودی همینجا، دایمون موتا دو بهمون عرف میزد، دعوامون میکرد. حالا 2 هفته پیش این دای بودیم، 2 هفته پیش اون دای بودیم، 1 هفته پیش این امو بودیم. هیچ کسی که سو جانی میده، بعد به وازمون میرسیدن، حالا هیچی. پنکامون خرابن، کولرامون خرابن، یخچالمون خرابن. باید بیان خونه همون رو ایزوگام کنن. همون روز اول دنبال یکی افتاد اومدن اینجا که خونه همون رو ایزوگام کنن. اصلا هیچی، فقط اومدن نگاه کرد، به دادتون میرسیم. اصلا هیچی، فقط می اومدن حرفامون رو میشنیدن، اسممون رو مینوشتن و میرفتن. هر کی که دنبال همین که کمک های اولی آورده بودن، هر کی بیرون بوده بهشون داده. ما نمیتونیم همیشه دنبال کمک های اولیمون بیریم بیرون. سکونه من آب داره، یخچال من سوخته، ات وسایلمون تمام خراب شده. هر کسی میاد و میبینه نمیده بهمون چیزی. خونه من نگاه کن، توش نگاه کن چجوریه. تلویزیونمون سوخت، کلورمون سوخت، یخچالمون، تمام وسایلمون سوخت. شما که اولیه رو که حضرت علی میدونید که بس هلال احمر بود و توزیع اقلام های ضروری بود که انجام شد. بعد از اون تخلیه آبهایی که داشته مردم این انجام دادیم، هم معادرم خونه. الان هم اقلام لوازم خانگی که حضور شما عرض کنم حدود 1000 پک لوازم خانگی ستاد اجرایی تقبل کرده، الان آماده شروع شده. کل کمیته هایی که آسیب کمیته امدادی دیدن 1257 خانواده هستند که هم به اینا کوله و یخچال و بخاری و فرش و پتو داره تحویل میشه. یک قسمتی دیگه هم شهر را دادیم به سپاه. سپاه هم داره توزیع یخچال و کارهای ایزوگام اینا انجام میده. خود بنیاد مسکنم با حضور جناب آقای دکتر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن کشورستان اومده بودن، الان داریم برای اینا خونه میسازیم با 200 میلیون تومان وام 5%، 40 میلیون وام بلاعوض، 2157 خونه که آب گرفتگی داشتن برای اینا داریم انجام میدیم. بهزیستی هم 120 واحد داره خونه برای مددجویان خودشون میسازه، جامعه هدف خودشون میسازه که 200 میلیون تومانه که 100 میلیون تومانش دولت تقبل کرده، 100 میلیون تومانش هم بهزیستی و به اضافه کمیته امداد هم برای جامعه هدف خودشون با بنیاد مسکن یه تفاهم‌نامه‌ای داره امضا میکنه که انشالله بتونن برای اونا هم خونه بسازن. و خیرین محلی هم حضور پیدا کردن برای ایزوگام که بعضی خونهایی که لازم هست که اونایی که مشکل ندارن، مشکل دارن که نمیتونن وامی هم حتی بگیرن و پرونده تشکیل بدن، از طریق اونا داریم برنامه‌ریزی میکنیم که برای اونا هم ایزوگام و
این مشکلاتشون حل بکنه. الان بی سرپناهای ایرانی ما نداریم، فقط اونایی که خونه هاشون آور برداری کردیم، مثلا داریم خونه براشون میسازیم، یه وام بلاعوض 20 میلیون تومان دولت تقبل کرده که بهشون میده خونه اجاره بکنن، یا این پولا یا که میره خونه های قوم خویشایی که دارن تا این خونه هاش آماده بشه. اکثریت دیگه داخل خونه خودشون هستن. حالا چیکار کنم؟ خونه ما امینه. اینم سوخته پنکر. پنکر حالا خریدم که سوخته. این تلویزیون کجا؟ تلویزیون کجا که سوخته؟ مسائل بدل میخوره حالا؟ تو خودتون دیگه مسائل بدل میخوره؟ نه.